سلام. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده توی قلب من و تو. صبح بخیر. این بکراند به هم ریختن در نظر نگیرید، به خاطر اینکه الان صبح زود تازه ما بیدار شدیم. البته صبح زود زود هم نیست، یه ذره ما امروز دیرتر بیدار شدیم چون یک شنبه است، ولی خب تازه بیدار شدیم. تخت رو هنوز مرتب نکردیم. البته این وظیفه همسر جان صبحونه و تخت همیشه با سعیده. خب هنوز وقت نکردم، تازه صبحونه گذاشتم. اسکین کیر چیزایی که به پوستم میزنم و زدم، فقط آرایش نکردم، مونده آرایش بکنم. امروز خیلی کار دارم، الان از صبح حاضر شدم، الان میخوام برم همسر جان صبحونه درست کرده، میخوام صبحونه بخورم، بعد باید غذا درست بکنم، میخوام ماکارونی درست بکنم با گوشت مرغ چرخ شده، بعدش میخوام برم بدبتم بیام، به خاطر اینکه شنیدم بدبت داره تو کانادا متاسفانه میبنده. بعد از اینکه رفتم بهت بعد باید بیام خونه یه سری اپلیکیشن پر کنم. یه جایی هست میخوام اپلای بکنم، روز آخرشه، یعنی ساعتای آخر میخوام اپلای بکنم. صبح که پاشادم جارو رو روشن کردم، گفتم یه ذره ترتمیزی بکنه، چون این مدتی که نبودیم یه ذره احساس میکنم پرز و خاک و اینا گرفته بود. لباسارم ریختم تو لباسشویی، غذام با درست کنم. اینم صبحونه که همسر جان آماده کرده، برای خودش کافی درست میکنه. کافی گوجه و خیار و نونه همسر جان با نونه من فرق داره، چون من این پیتار دوست دارم. من چای میخورم، این کره بادامه، بادام خالیه، هیچی توش نیست. اینم پنیر فتاست، عسلی که دوست دارم، این عسل ارگانیکه، من چای گفتم میخورم. اینم مربای اپریکات، اینم پنیر کریم چیزه، چون ما همسر جان فتا دوست نداره. لباسا داره شسته میشه، یعنی یه سری لباس توی لباسشویی دارم، یه سری شسته هم خوش کنه. خواستم اینو نشون بدم، این کرمایی که گرفتم به ترتیب تاریخ از جلو به عقب چیدم. اینا کرمای صورته، اینا ضد آفتابه، کرم چشمه، بعد دستبندی کردم. اینا هم چیزایی که تو این کیفه وسایل مسافرتیه، یعنی مثلا حالت اشانتی، اینا چیزایی کوچیکه که برای تو مسافرت به درد میخوره. بعد اینا چیزاییه که برای من هدیه فرستادن. کمربند همسر جان آویزونه. چرا آویزون میذاری؟ خب بذارش بالا. اینم کوه لباسای شسته شده، مرتبشون کنم. قارچا رو خورد کردم، از من دوستان قارش رو درشت خورد بکنن، چون قلمبه قلمبه باشه، خیلی نازک نشه. اونم که گوشت چرخ کرده مرغه. پیازچه دارم سرخ میکنم، خاطر اینکه همسر جان پیاز نمیخوره، بعد پیازچه و قارش و اینجوشی دار بشه اضافه میکنم. اونم آب جوشه برای پاستا، پاستا هم میخوام از اینا درست بکنم. چند رنگ. این از پاستا، اینم از مایش. ببین بیرون هوا چقدر خوبه، آسمون رو نگاه کن، عالیه. من غذامو درست کردم، جارو زدم، لباسامو جابجا کردم، حاضر شدم که الان میخوام سوار ماشین شم. اول برم یکی از دوستامو بردارم، بعد بریم سمت بدبد. ببین امروز چون احساس کردم خیلی گرم نیست، بارونی پوشیدم، این کیفو پوشیدم با کفش مشکی. علت اینم که عینک زدم اینکه عینک من طبیه، با این دارم بهتر میبینم. بریم سراغ دوستم. آه چایی هم با خودم آوردم، گفتم دیگه اونجا چایی لازم نشه.
یه شلوار برای همسر جان گرفتم، اومدیم سایتش عوض کنیم. ما الان برگشتیم خونه، ناهارم خورده بودیم قبل از اینکه بریم لوله، ما ناهار خورده بودیم. بذار بهتون نشون بدم غذایی که درست کردم. ماکارونی با سبزی تازه خوردیم. الان منم خونه تازه میخوام بشینم پای کارم. باید همونطور که گفتم یه سری فرم پر کنم و تازه کارام شروع میشه. اونم که میبینیم آشغالای بازیافتیه، به خاطر اینکه آشغالونه جاشون توه، همونی که بازه ولی پر شده بود دیگه، آوردم گذاشتم بیرون. ببین گلا چقدر سر حالن اینجا. اون دیفیوزره توش معمولا روغن لوندر یا اوکالیپتوس میریزم روشنش میکنم. ببین گل داده این، حالشون خیلی خوبه اینجا. البته مامانم بهشون رسید، نجاتشون داد، حالشون خوب شد. سلام، روز دوشنبه بخیر. الان ساعت 2:30. دیروز دیگه تا نشستم کارامو کردم و یه سری ویدیو اینا دیدم، برنامه The Voice و این ور اون ور، تا دیر وقت بیدار بودم. چیز هیجان انگیزی هم نبود که بخوام تو ویدیو نشون بدم. امروزم راستش یه ذره دیر داشتم، ساعت 9 تا دوش گرفتم و بعد رفتم کارامو کردم، فرم و اپلیکیشن و فلان و اینا، اونا رو تموم کردم، کارام تموم شد. الان یه یک ساعتی تا جلسه گروهیمون وقت دارم، میخوام تو این یک ساعت یه ذره رو ویدیوهای اینستاگرام و یوتیوب کار بکنم. و از همه مهمتر امروز غذا داریم. از دیروز ماکارونی مونده، وای خدا شکر مجبور نیستم غذا درست بکنم. ببین چه آفتابیه، وای اصلا هوا خیلی خوبه امروز. البته من بیرون نرفتم، نمیدونم باد بیرون چقدر سرده، ولی از پشت پنجره که آفتاب میزنه خیلی خوبه. هنوز ناشغالارم نبودیم. باقی مانده ماکارونی دیروزه. اون ماکارونی اضافه‌ای بود که برای گوشت ماکارونی زیاد بود. ببین کردمش سالاتوش، ماست و آب لیمو و روغن زیتون و نمک ریختم، هویج و کلم بروکلی هم خرد کردم. خیلی دوربرش خوشگل نیست ولی تزیینش کنی قشنگ میشه. اینا دیروز از گپ گرفتیم با یکی از دوستام که رفته بودیم. دوستام زردشو گرفت، زرد تقریبا اینجوری زردشو گرفت، من صورتیشو. 100% نخه، من هر چیزی که نخه خالص باشه هستم بگیرمش. ما حاضر شدیم بریم اون ریترن رو پست کنیم، بریم بریم UPS. ما منم شاپرز خرید کنم، لولمان یه اکسچینج دارم. این کیفم جدیدن از کوچ گرفتم، وای عاشقشم. ببین خیلی دوستش دارم، اصلا نمیدونم چجوریه، به همه چی میاد. فکر نمیکردم که مثلا این رنگ قرمز مثلا به همه چی بیاد، ولی به همه چی میاد. من وقتی میام تو قسمت اسکین کیر و آرایش دیگه گیر میکنم، دیگه نمیتونم برم بیرون. ما الان اومدیم داخل مال، میخوایم بریم لولمان یه شلوار که برای همسر جان گرفته بودم سایزش رو عوض کنیم، اکسچینجش کنیم. سایزش عجیب غریب بود، اون سایز همیشگیش هم بودش نبود. احتمالا بعدش برم آریتیام یه نگاه بکنم، ولی الان میریم اینجا. سلام، سه شنبه بخیر. الان سه شنبه ساعت 12:30. من از صبح که بیدار شدم یه پست برای اینستاگرام آماده کردم، دارم ناهار درست میکنم، بعدش باید برم سراغ کارام، یه چند تا کار خیلی مهم دارم که باید قبل ساعت 3 انجامشون بدم. حالا ببین غذا چی درست کردم. ناکن این گوشت قرمز رو گذاشتم صبح پخته با هویج و کرفس و پیاز و یه دونه حبه سیر. از اون ورم ببین گوجه و برنج و لوبیای چشم بلبلی گذاشتم. میخوام یه برنج قرمز لوبیا پلو توری درست بکنم، خوشمزه. حالا بهتون نشون میدم میخوام چیکارش کنم. اون موزم که میبینی آویزون کردم برای اینکه سبزو گذاشتم زرد بشه. حالا بهتون نشون میدم میخوام امروز چی درست بکنم. قرقاتی، یه چیز قرقاتی. ببینیم غذا به چه مرحله‌ای رسید. اینکه چایمه، چای ظهر گذاشتم. ببین الان توضیح میدم چجوری درست کردم. این از برنجش، این هم از لوبیاشه که پختم. الان میخوام آبشو خالی بکنم، لوبیا رو بریزم روش. گوشت رو که پختم
اون آب و موادش رو جدا کردم، گوشت رو ریش کردم با یه سری ادویه مثل پاپریکا و دارچین و پودر سیر و اینا سرخش کردم، برنج و با گوجه و پیاز چه یه ذره پختم، بعد ریختم تو مایتابه، یه لایه ریختم، بعد گوشت رو ریختم داشت، دارچین زدم، لایه بعدی برنج رو ریختم، بعد از اینکه برنجم پخت، زعفرونی که آب کرده بودم و ریختم روش. زیر یه بار دیگه بهتون نشون بدم رنگ زعفرون فکر کنم مشخصه. من توی غذا روب نمیزدم، قبلا روب میزدم قرمز هم شدن، روب نزدم، یه ذرم چون زردچوبه داره حالت زرد پیدا کرده، ولی همون گوجه کافیه، اگه بخواین زرد نشه قرمز بشه هم گوجه کافیه، ازم روب لازم نیست. بعد که لوبیا میزی، یه مدل لوبیا پلو قراقاتی من درآوردیه، ولی همسر جان خیلی دوست داره، به نظرم خوشمزه میشه. میخوام ماست و خیارم درست بکنم که برنج خالی حال نمیده، ازم ماست و خیارم کنارش باشه. میخوام نتیجه رو نشونتون بدم، تدیک رو ببینی، یعنی تدیکش منو کشته، وای وای این نسوختا خیلی خوشنگ شده از نزدیک، ولی خب اگه رو بزنی حتما تو این فاصله میسوزه. تهدیک رو ببین، یعنی اصلا با روان آدم بازی میکنه. ببین امروز چه برفی شد، گفته بودن قراره امروز هوا سرد بشه و اینا، حالا امروز چهارشنبه سوریه، ما میخواییم دیگه برنامه ایرانی ها کنسل شد، میخواییم از روی شم بپریم تو خونه. زردی من از تو سرخی در من. سلام، چهارشنبه شما بخیر، چهارشنبه ما بخیر، معلوم نیست شما وقتی این ویدیو رو ببینید چهارشنبه است. من همین الان اومدم توی جیم، یعنی همین الان روی ترمین شروع کردم، میخوام یه 40 دقیقه 45 دقیقه تا یک ساعت اینجا ورزش کنم، بعد برم خونه سراغ نهار. دیشب نتونستم فیلم بگیرم به خاطر اینکه یه استرس گرفتم دیشب به خاطر کاری که داشتم، به خاطر این فیلم نگرفتم. تازه 1 دقیقه و 28 ثانیه سور کردم. من تقریبا 40 دقیقه نشد، 30 تا 40 دقیقه رو تردمیل بودم، الان میخوام با یه ذره وزنه و یه ذره حرکت دست و از اینجور ورزش رو بکنم، بعد برم خونه دوش بگیرم. الان اومدم دوش گرفتم، بعد کلی سبزی شستم، این نمک، این سفیدا که میبینی نمک ریختم روش، این گشنیز جعفریه، این شویده، اینم نعناس. نار شستم، یعنی هنوز تو آبه، یه بار دیگه آب بکشم آماده است. سلام سلام، الان ساعت تقریبا 7 و 8 شبه، برای هوا تاریک میشه. ببین من میخوام غذای فردا رو آماده کنم، به خاطر اینکه فردا روزیه که میام لانکوم، همونطور که گفتم 2 روز تو هفته لانکوم هستم، بعد موقع ناهار خونه نیستم، یعنی ساعت 11:30 تا 6 اونجا هستم، به خاطر این نمیرسم ناهار درست کنم. مرغ رو مرینیت کردم، میخوام مرغ و سیب زمینی و هویج آماده بکنم، رسیپی رو به هم سرجام بدم که بذاره تو فرکه تا برمیگردم خونه غذا حاضر باشه. ببین مرغ رو تیکه تیکه کردم، پاپریکا، نمک و فلفل سیاه زدم، آماده است که بذاره توی فر. حالا سیب زمینی و هویجم باید خرد بکنم که دیگه همه چی آماده باشه. توی ظرف، توی یه ظرفی که میشه تو فر گذاشتم بذارم، همه چی آماده، فقط بره تو فر. آرسی امشب هم میخوام کیک درست بکنم، حالا از کیک درست کردنم فیلم میگیرم. اینم مایه کیک. سلام، صبح پنجشنبه بخیر. من الان حاضر شدم برم لانکوم، آرایش کردم، سایه استیکی لارا مرسیه زدم، الان تو ویدئوی بعدی بهتون نشون میدم. غذا رو آماده کردم که همسر جان بذاره تو فر، دیگه برم به سمت لام. مرغو گذاشتم روی سیب زمینی، به خاطر اینکه تو یه مرحله بذاره تو فر، در حالت عادی سیب زمینی رو 390 20 دقیقه میذارم طلایی میشه، بعد مرغو میذارم روش با دمای پایین مثلا 350 360، ولی الان بهش میگم که 360 بذاره مدت طولانی تر. سیب زمینی هم حالت کریسپی رو پیدا نمیکنه، یه ذره نرم میشه، ولی خب اوکی دیگه، میخواستم مراحلش کمتر بشه.
من اولش که میخواستم برم لانکوم خیلی هم مخالفت کرد، میگفتن که نرو، وقتت گرفته میشه، یعنی وقتت گرفته میشه که اون کاری رو که داری انجام میدی از وقت اون گرفته میشه، باید روی اون تمرکز کنی. ولی من خیلی اصرار کردم که برم، به خاطر اینکه برای من اونجا محیط خیلی شادیه و برای من مثل یه تفریحه، یعنی میرم اونجا تفریحم، اون دو روز در هفته دوست دارم تفریحم اونجوری بگذرونم. حالا میرم از اونجا براتون فیلم میگیرم. اینا چیزایی هست با خودم میبرم سر کار. یه دونه پنیر استیکی میبرم، نون و پنیر و عسل، اینم چای و عسل. اینا چیزایی که با خودم میبرم تو بریک میخورم. البته مدت طولانی نیست، 6 ساعت 5 6 ساعته، ولی خب حتما یه چیز ببرم چون خیلی ضعف میکنم. بعد دیگه تا ساعت 6 هم نهار نمیخورم دیگه، 6 برمیگردم خونه. همیشه هم سرجا منو میرسونه، ولی امروز کار داره، میتینگ داره، من خودم باید رانندگی کنم. قضاست که شبا رو بکنم روش پوره کشتم آماده که با پول هم سرجان بذاره توپه. این سایه های استیکی لارا مرسیه رو میخواستم بهتون نشون بدم، برندش نشون داده نمیشه، بلریه، ولی بابی براون هم همینو داره، خیلی استفادهشون راحته، یه ذره میکشی بعد با دست بلندش میکنی، عالیه. اون کاندیشنر بی بی کر بامبلن بامبل عالیه، الان تموم شده، بعد یکی دیگه ازش بگیرم. شامپوش استفاده کردم، دوست نداشتم، ولی این 3-in-1 عالیه، اینو حتما باید یکی دیگه ازش بگیرم. الان رفتم حموم از این استفاده کردم. این کیفیه که کیف توت در واقع با خودم برم سر کار، به خاطر اینکه همه اینا توش جا میشه، به علاوه اینکه یه شال و یه دونه مثلا کاردیگن، یه چیز گرمی که مثلا سر توی فلور سردم شد بندازم رو شونم، بخاطر همه اینا توش جا میشه، اینو با خودم میبرم. اگه دوست دارین برندش هم بدونین، برند گپ هست. رسیدم اینجا، حاتم دیگه الان بهتون نشون میدم اون کانتینی که من توش هستم. اصلا کیف میکنم، به قول اون خواننده هست میگه همه چیزی، هرچی میخوای ببر، گیتارم و با خودت نبر. من برمه گفتم هرچی میخوای از من بگیرین، کارتون بیوتی رو از من نگیرین. من دارم میرم اون کانتر لانکوم تهه. بعدیش اینه که من اینجا چون برای تفریحی میام سر کار، خیلی صحبت ها و حرف ها و حدیث ها برام جدی نیست، ولی برای بقیه جدیه. سلام، جمعه بخیر. الان جمعه ساعت 3:30. من توی ویدئوی بعدی توضیح میدم از صبح پاشدم چیکار کردم و غذا درست کردم اینا، ولی گفتم اول یه ویدئوی آرنج کرده بذارم قبلش، بعد برم اون ویدئویی که آرنج نکرده کلی توضیح دادم و بذارم. امروز دوش نگرفتم، موام بالا بستم بخاطر اینکه دیگه زیادی دوش بگیرم موام بشورم خراب میشه. الان حاضر شدیم بریم بیرون، توی ویدئوی بعدی توضیح میدم کجا دارم میرم. سلام، جمعه بخیر. الان جمعه ساعت 3:30. باید ترسم چون 3:30 باید کاری انجام بدم. ساعت 2:30، من از صبح که بیدار شدم، صبحونه خوردیم، نشستم پای یه سری ایمیل و کارهای مهمی که باید انجام دادم، یعنی چیزایی بود که باید سریع انجام شد، ارجنت بود. بعد از روی مبلم تکون نخوردم، یعنی دیگه ساعت 1:00 احساس کردم این مبل داره منو میخوره، میخواستم برم بودم فرار کنم. خلاصه اون کارا رو انجام دادم. سبزی رو روزای قبل بهتون نشون دادم شسته بودم، الان میخوام باهاش کوکو سبزی درست بکنم. رسیپیشو از مامانم گرفتم، الان داشتم تلفنی باهاش صحبت میکردم، رسیپیشو بهم داد. البته خودم خیلی درست کردم کوکو سبزی، ولی میخواستم رسیپیشو مامانم بده، فهمیدم من قبلا آرد زیاد میریختم. حالا با رسیپی مامانم درست میکنم بهتون نشون میدم. نانام خام خوشگم بودم بهتون نشون میدم. بعد از اینکه ناهار خوردیم میخوایم بریم سمت آیکیا. راستی آسمون رو بهتون نشون میدم، وای ببین، از اینجا معلوم نیست، از اینجا معلومه، ببین چقدر خوشگل آسمون امروز. ببین سبزی رو از قبل شسته بودم، خوردش کردم، توش گشنیز جعفری، شوید پیازچه، یه حبه سیر، دروغ گفتم، دو حبه سیر، این زردچوبه است، فلفل، سه تخمه، آرد، بیکینگ پودر. الان میخوام اینا رو مخلوط بکنم، بکنمش کوکو سبزی با خیارشور و گوجه، اینو بخوریم بعدش بریم سراغ کار خونه. آها، بعد از ظهر ساعت 6 با یکی از دوستان قرار دارم، میخوام برم وسایل سفره هفت‌سین بخرم. وای اصلا نمیدونی این مایه چه بوی خوبی میده، تمام خونه بوی سبزی گرفته. الان سرخش میکنم، ببینیم. این نعنا رو چند روز پیش شستم، احساس کردم داره یه تیکه‌هایش رو به سیاه خراب، نه یه مقدار داره سیاه میشه. یه روشی از مامانم یاد گرفتم، فر رو دمای کم میذارم، گرم که شد خاموش میکنم میذارم،
این نعنا توش خشک بشه. حالا به گفته مامانم نباید دما بالا باشه، دما بالا باشه سیاه میشه رنگش، من که سبز خشک بشه باید دماش خیلی پایین باشه. یه سری نعنا خشک کردم، عالی شد. تو ماست و خیار رو اینا استفاده میکردم، الان دوباره میخوام این نعنا رو برای اینکه هدر نره همه رو خشک بکنم برای ماست و خیار. ببینین چی شد، وای تازه زیرش داره سرخ میشه. خب اینم از غذا، با خیارشور خود کردم، با این نونای پیتا قرار بخوریم. بعد فهمیدم گوجه هم نداریم، سس آوردم ولی فکر نمیکنم همسر جان بخوره، منم فکر نکنم سس بخورم ولی حالا آوردمش. اینم از غذا، من برم آرایش بکنم تا این ذره خنک بشه آماده خوردن بشه. هلو، این همون لباسیه که چند روز پیش رفته بودم گپ با دوستم خریدم. اینم این میز کاریه که میخوام پس بدم، میخوام یه میز کاری که بالا پای میره استندینگ دسک بگیرم. این خوب بود ولی هم باریکه خیلی، هم ارتفاعش تنظیم نمیشه دیگه. ببینیم میزا چه بامزه چیدن، خیلی بامزه است. قسمت وسایل آشپز دیگه تو آیکیا نتونستم زیاد فیلم بگیرم به خاطر اینکه میز کاری که گرفتیم خیلی بزرگ بود، به سختی تو ماشین جا دادیم و به سختی آوردیمش بالا، اصلا پوستمون کنده شد. حالا الان دارم میرم دم لولمان با دوستم قرار دارم که میخوایم بریم خرید بکنیم. یه چند تا ظرف میخوام از دالاراما بگیرم، یه سری وسایل هم از سوپر استور. حالا اینجا براتون فیلم میگیرم. نمیدونی اینجا چون هوا خوبه، یه ذره سرده باید کاپشن رو پوشی ولی کلان هوا خوبه، واقعا حس بهار رو داره. توی سنت جانز این موقع هنوز حس بهار نمون، هنوز حالت زمستون داشت. الان از بیرون برگشتیم، من رفتم همون دوش گرفتم به خاطر اینکه فردا میرم لانکوم، دومین شیفت این هفتمه. چه هفته طولانی شد. رفتیم سوپر استور یه سری مواد اولیه سفره هفت سین رو چیدیم به خاطر اینکه از امروز دو روز دیگه عید نوروزه، باید سفره هفت سین رو بچینم. بذارین بهتون نشون بدم چیه گرفتم. این دسته گل گرفتم، دوستم رنگش انتخاب کرد به خاطر اینکه گفت رنگش خیلی بهاریه. حتی خیلی خوب نچیدم، احساس میکنم این وسطش رو باید بلندا رو میذاشتم کنار کوچیکا که اینجا حالت تپه‌ای پیدا بکنه. سیب گرفتم، سیب قرمز. خیلی ما اهل سیب نیستیم به خاطر این کم گرفتم، کلا برای سفره گرفتم اینا رو. سیر گرفتم، سه تا سیر خوشگل و کوچولو. این سماق سرکه، این سرکه یه که بعضی موقع میگیرم استفاده میکنم. حالا دیگه بقیه مواد هم باید تو خونه داشته باشیم دیگه. سلام، صبح شنبه بخیر. من الان حاضر شدم برم لانکوم، امروز دومین روزیه که میرم لانکوم، گفتم دو روز در هفته میرم اونجا. ساعت 9:13 دقیقه است، 9:15 دقیقه است خونه آدم بیرون که بسیم یه رو به ده اونجا باشم. غذا رو آماده کردم امروز، چون خونه نیستم نمیتونم غذا درست بکنم. مواد اولیه‌اش آماده کردم، به همسر جان دستور شده دادم که درست بکنه، الان بهتون نشون میدم. زمینی رو خرد کردم، مرینیتش کردم، توی ظرف گذاشتم آماده، سلفونم کشیدم که اینو بذاره توی فر. اونم ماهی سمنه که معلوم نیست ازش ندارم. ببین ماهی سمنه که با زردچوبه و نمک و فلفل مرینیتش کردم آماده کردم. میخواستم بهتون این دستگاه کرلینگ آیرنی که جدیدن گرفتم و خیلی ازش راضی هستم و بهتون نشون بدم. اسم برندش T3 هست. سایز فری که درست میکنه نیم اینچه، سایزی که به موهای من میخوره، یعنی نه از موهای خودم درشتره نه کوچکتره.
یه دستکش سفید نخی هم براش گرفتم به خاطر اینکه دستم نسوزه. ولی الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم این دستگاه الان شکسته، دستم افتاد شکست، ولی قراره کمپانی برام عوضش بکنه. همونطور که میبینی اون تیکه هایی از موام که وز میشه به جای اینکه بهش پروداکت و چیزای روغنی و اینا بزنم با این دستگاه مرتبش میکنم، فقط تیکه های وز مو باش درست میکنم، خیلی مرتبش میکنه. الان صبح ساعت 9 داره، 9 رو میشه دیر میشه. ساعت 9 خورده ای، ولی ببین چقدر تاریکه امروز، ابریه، خیلی تاریکه. فکر میکنم قراره بارون بیاد. بعد از اینکه برگشتم باید بشینم سفره هفت سین رو بچینم. این از لباسیه که پوشیدم، پایینش هم یه بوت بلند میپوشم تا اینجا. خب اون نعنایی که خشک کرده بودم یادم رفت از تو فر درش بیارم. همسر جان بدونه که داخل فر رو نگاه بکنه، روشن کرده که ماهی رو بذاره توش، نعنا همه سوخته، ولی خب غذامون رو در بز آماده کرده. کلمه بروکلیه، سماق، ساعت، سرکه، سیر، سکه، اینم یه آینه جایزه تا آفتاب قدیممه، سه تا سیب و اینم سفره ما. سلام، من الان از سر کار اومدم، خسته و کوفته، غذا خوردیم، اونم سفره هفت سینه که بهتون نشون دادم. بیرونم ببین هوا چجوریه، مهه، خیلی خوشگله. دیگه باید برم صورتمو پاک کنم و آها، دو تا ایمیل خیلی مهم دیروز اومد برام، روز جمعه فرصت نشد جواب بدم، اونا رو باید برم جواب بدم که آماده بشه دوشنبه صبح بره. الانم با همسر جان نشستیم زیر خاکی سه، یکی از قسمتاشو میبینیم. الان نزدیک ساعت 9 شبه، میخواییم قسمت آخر دوایس رو ببینیم. خیلی وقت از نهار گذشته، جفتمون گرسنه‌مون شده، من گفتم یه پیتزای ساده درست کنم. این نون پیتاست، یه ذره سس قرمز زدم کفش، قارچ گذاشتم، چند تا اسفناج میذارم، یه ذره پنیر پیتزا میرزم و اورگانو میرزم روش. اونم بادمجون توی یخچال داشتم که خوردش کردم و نمک و روغن زدم، میخوام بذارمش تو فر دمای 395 درجه فارنهایت به مدت 25 دقیقه کامل میپزه. حالا برنامه مشخصی براش ندارم، فعلا تو فر بره بیاد بیرون ببینم چیکارش میکنم. اگه گوجه داشتم باشه میرزا قاسمی درست میکردم، حالا شادم فردا خریدیم. آها یه چیز دیگه هم خواستم نشون بدم، این غذای بچه رو ما خیلی دوست داریم، خیلی وقت پیش ازش میگرفتم، بعد دیگه مدت ها نگرفتم، دوباره شروع کردم به گرفتنشون. انواع مختلف داره دیگه، مثلا این ترکیب آناناس و موز و آووکادو و نعناس، خیلی خوشمزه است. ولاگ هفتگی تموم شد، سفره هفته هم که چیدیم، فردا نه پس فردا عید نوروز، سال نوتون مبارک. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما بهم بگین که دوست دارین بازم از این ویدیو بسازم یا نه، این زیر برای من کامنت بذارین. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین یعنی حتما دوست داشتین دیگه. مواظب خودتون باشین، سال نوتون مبارک.